حمله طالبان بالای مرکز غزنی. ارتش میگوید 30 طالب کشته شده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمله طالبان بالای مرکز ولایت غزنی. ارتش میگوید 30 طالب کشته شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 30 طالب در مرکز ولایت غزنی خبر داده است. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز چهارشنبه 19 آگست با نشر خبرنامه اعلام کرده است که گروه طالبان صبح امروز از چندین قسمت بالای پسته های امنیتی در ساحات آرزو کلان و آرزو خرد در مرکز ولایت غزنی حمله نمودند که با مقاومت شدید نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور روبرو گردیدند. خبرنامه نیز افزوده است که در این درگیری 30 تن از اعضای گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از بین برده شدند. وزارت دفاع افغانستان افزوده است که یک تونل بزرگ که طالبان از آن به عنوان موضع و مخفیگاه استفاده می نمودن در این عملیات از سوی نیروهای امنیتی کشف و تخریب گردید. یادآوری می شویم که قول اردوی 209 شاهین نیز با نشر خبری می گوید که در پی حمله هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته در چندین روستای ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 16 طالب به شمول یک فرمانده کلیدی این گروه کشته شدند. در خبرنامه آمده است که گروه طالبان طی روزهای اخیر تحرکات و تجمعات زیادی در روستاهای غزوری، بادغیسی، خانقا و آنبیک ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب و پلان حملات هجومی بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی را داشتند. و این در حال است که اتحاد گروه طالبان پاکستانی با دو گروه جدا شده دیگر پس از آن صورت گرفت که ارتش پاکستان اعلام کرد عملیات علیه گروه های مسلح موفقیت بزرگی را به همراه داشته است. طالبان پاکستان پس از آن که نیروهای ارتش اعلام کرد عملیات موفقانه را بر ضد گروه های شبه نظامی را اندازی کردند، دو گروه جدا شده را با خود یک جا ساخت. طالبان پاکستان یا تی تی پی برای براندازی دولت تحت چتر گروه های مسلح اهل سنت به نام تحریک طالبان پاکستانی می جنگد. این تحریک به چندین شاخه منشعب شده است. تحریک طالبان پاکستانی که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی اعلام شده است، در سالهای اخیر دچار آشفتگی شده و پس از کشته شدن چندین تن از رهبران آن در مرزهای افغانستان و پاکستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، برخی از اعضای آن به افغانستان و یا مناطق مرزی پاکستان فرار کردند. در بیانیه تی تی پی در مورد این دو گروه انشعابی آمده است: تحریک طالبان پاکستان از آنها استقبال می کند و افزود که دوست دارد همه گروه ها با آنها متحد شوند. یک جا شدن با دو گروه جماعت الاحرار و حزب الاحرار به نظر می رسد حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان به شمول حملات انتحاری را بیشتر سازد. جنرال بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان می گوید که عملیات هفته گذشته علیه گروه های شبه نظامی بسیار موفقانه بوده است. وای در یک کنفرانس خبری گفت در جنگ علیه تروریسم که از سال 2017 در سراسر کشور آغاز گردیده بود تا کنون موفقیت های بزرگی را به همراه داشته است. چنانچه پیش از 18,000 تروریست کشته و بیش از 400 تن مواد منفجره کشف و ضبط شده است. این اتحاد در حال صورت میگیرد که ایالات متحده در حال حمایت از گفتگوهای صلح میان طالبان افغان و دولت در کابل است. ایالات متحده در ماه فوریه توافقنامه ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن سربازان آمریکایی در ازای تضمین امنیت از جانب این گروه که از سال 2001 با نیروهای ناتو به رهبری آمریکا می جنگند، نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند.
طالبان پاکستان گفتند که این دو گروه با رهبر تی تی پی مفتی نورولی که در عکس ها در یک مراسم نشان داده شده است بیعت کردند. هنوز روشن نیست که این مراسم در کدام طرف مرز برگزار شده است. مقامات حکومت و نظامی در مورد ادغام مجدد یا محل برگزاری این مراسم اظهار نظری نکردند. جماعت الاحرار که در سال 2014 از تی تی پی جدا شده بود، حملات بزرگ انتحاری سال 2016 بر مراسم تجلیل عید مسیحیان در یک پارک در شرق شهر لاهور را که در اثر آن بیش از 70 تن کشته شدند را بر عهده گرفتند. شاخه حزب الاحرار که بعدها از گروه جماعت الاحرار جدا شد، فعالیت زیاد نداشته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.